خانم ها، آقایان، میهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. شاید برای بعضی ها این اغراق‌آمیز باشه و شاید عده زیادی از همیهنان ما که به همبستگی ملی در ایران جواب مثبت دادن، این حرفای من مورد قبول قرار بگیر. شاید متجاوز از 7 تا 8 تا انتخابات من از زمانی که به امریکا آمدم، یکی 2 سال اولش هیچی، بعد به تلویزیون پارس پیوستم، من در این تلویزیون و همکارانم همه ما در این مورد شریک بودیم و همواره مردم رو تشویق میکردیم به این که شما وقتی که در یک انتصابات مسخره به عنوان شهروند ایرانی شرکت میکنید، علاوه بر این که مورد تقویت جنایتکاران میشین، مهر تأیید میذارید بر دزدی ها، بی عدالتی ها، کشتارها، نابودی زمین و دریا و آب و همه چیزهایی که متعلق به ملت ایرانه. اونم نه مال این نسله، مال نسلهای آینده. یعنی ما وقتی که دوران در طول تاریخ ایران میگردیم و مثلا در یک دوره مثل قاجاریه، مثل دوران فتلی شاه، اعمال جنایتکارانه فتلی شاه رو میبینیم، یعنی یه چیزی حدود 200 نفر 300 نفر خانومای حرم بودن، خواجه باشی ها و نمیدونم قلیون چاه کنها و آشپزخونه نمیدونم سلطنتی و اینا. میبینید یه آدم مفخور احمقی اون بالا نشسته و یک لشکری از دریوزگان، از کسانی که صبح تا شب سعی میکنن از اون دلغک مردک فتلی شاه بهش ضمن اینکه خدمت میدن مرتب ازش تعریف کنن. چرا؟ این قاعده طبیعته، این قانون طبیعته. شما وقتی که یک نفر رو بدون اینکه پاسخگو باشه، بدون اینکه از طرف کسی انتخاب شده باشه و با شمشیر اومده باشه، این آدم رو بشونید در رأس مملکت، همه روزنامه ها، حالا اون موقع که اینطوری نبوده، میام جلوتر، همه روزنامه ها، همه وسایل ارتباط جمعی، همه چیزهایی که به مردم آگاهی میدادن، اینا رو از دسترس مردم خارج کنید و بعد یک مش آدم جنایتکار مثل خواجه ها و مثل اون قزلباش ها و مثل نمیدونم اون کسانی که دورور پادشاهان بودن، اینا رو هم بندازید به جون مردم و بگید کسی اگر جیکش در آمد، کوچکترین اعتراضی کرد،
شما وظیفه دارین که اون آدم رو خفه کنه. این اختیار رو وقتی که در اختیار یک آدم عقب افتاده باید باشه دیگه و ابله قرار بدین. اگر بهش بگین تو برو گوش بیار، میری کله میاره، مثل جمهوری اسلامی. به مأمور شهرداری میگن برو تو خیابون، هر کسی که کنار خیابون کاسبی میکنه خلاص از اونجا ردش کن. اگر در کارت اهمال بکنی این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. در ضمن یه طور هم بهش حالی میکنن که آقا این حقوقی که تو در اینجا میگیری این 50% مال آقای شهرداره، بقیه رو خودت باید از اینا دراری. خب این دوره قاجاریه که به این رؤسای ایلات، نمیدونم این کسانی که در شهر ایالات بودن، از اینا یه باج میگرفتن و به اینا میگفتن که این باجی که به ما دادی حالا تو ایالت خودت میتونی این باجو تا اونجایی که امکان داره مردم بگیر. این میومد 10,000 تا اشرفی میداد به، فرض کنید، آقای ناصرالدین شاه. بعد مأمور ایالت آذربایجان بود مثلا. خب مردم آذربایجان باید شب و روز کار میکردن، صدمه میگرفتن به این نوکرای اون یارو که توی به اصطلاح ایالت بود، پولی رو میدادن نه یک بار، دو برابر، سه برابر، 1,000 برابر، تا این هم به شاه پول بده، یعنی به ناصرالدین شاه یا فتحعلی شاه یا هر بزمجه دیگه ای. و بعد به اینایی هم که مردم رو سرکوب میکنن، خوش خدمتی میکنن، به اینا هم باید پول میداد. حالا رعیت بیچاره چگونه و چرا بایستی اینقدر در زجر و بیچارگی و بدبختی زندگی بکنه با یه نفر در پایتخت پیشینه با 300 زن حرمسرا عشق کنه و مملکت رو 17 پارچه بمیدونم آبادی و 17 ایالت و اینا رو همه رو ببخشه به وسیله یه عده منجم، یه عده آخوند، یه عده مفخور مثل خودش، که آقا تو اگر حمله بکنی به روسیه اون بلاد و همه رو مسلمون میکنی. درست مثل این ابله هایی که میگن کاخ سفید و حسینیه میکنیم. خب این خاصیت حکومت های خودکامه و دیکتاتور، یعنی یه نفر تصمیم میگیره 85 میلیون نفر مجبورن اطاعت کنه. اصلا اینا رو میذاریم کنار، میایم سر ملاها، میایم سر خمینی و این جانشین برحقش جنایتکار بزرگ. اینا برای چی مطبوعات سرکوب کردن؟ چون میدونستن اون دروغایی که تو نفل شاتو اون مردک خمینی گفته، روزنامه ها رو آزاد میکنیم، در اسلام همه قوانین وجود داره، در اسلام آزادی به تمام معنی است، مگر کسی میتواند در اسلام دیکتاتوری راه بیاندازد و برای خدا هم عبادت بکند؟ همین حرفا رو میزد زیر اون درخت سیب
با یه تسبیح با یه عده ابله که منم خودم اونجا بودم. من ماموریت داشتم البته، من جز اون ابله ها نبودم. من باید گزارش اینی مردک رو میدادم به اون رادیو تا پخش میکرده برای 42 تا زبان دیگه. و خدا میدونه این آدم چه دروغایی گفت. شاهدم دکتر فرهنگ قاسمی در پاریس که من ارادتی که به پدر این داشتم ابوالفضل قاسمی جز رهبران ملی بود، بسیار مرد خوشفکری بود، بسیار مرد پاکی بود. این آدم رو من میشناختم، مقالاتش رو میکندم، دائمم دنبال کاراش بودم. و آمدم پاریس با دکتر فرهنگ قاسمی آشنا شدم. من البته با همکارام میرفتیم اونجا در نوفل شاتو، ولی میخوام بگم شاهد اینطوری چندین دفعه، حالا من فرهنگ قاسمی برای که در پاریس اقامت داشت، ما میدیدیم که این ابلهان و دیوانگانی که دورور اینا بودن، اینا چگونه از همونجا از تو خود نوفل شاتو خوشخدمتی رو به این مردک شروع کرده بودن. اونم فوکولیا، اون مله ها که اون موقع عددی نبودن به قول دوستان، بین آقای قدساده، بین آقای بنیصد، بین آقای یزدی، بین آقای حبیبی، بین آقای مکری، یک رقابت فشرده و دستشون میرسید به هم دیگه ضربه رو میزده. و این تضاد رو بعد از نماز که خمینی نمازش رو میخوند میرفت اون اتاق بالا، اتاق نمیدونم 5x3 یا کوچیکتر نمیدونم، یه مش از این آخوندک ها می اومدن ضبط صوتا رو می گرفتن، این اراجیف رو ضبط می کردن، فوری می رفتن تو خونهی که تو پاریس هست گفتم اونجا این نوارا رو تکثیر کنن، 10 تاشون تهران رو بگیرن، 5 تاشون تبریز رو بگیرن، 6 تاشون نمیدونم یزد رو بگیرن، اصفهان رو بگیرن. اونام از اونجا اینا رو می گرفتن ضبط می کردن تکثیر می کردن. فردا این بیانات گوهربار این مردک بی سواد در سراسر ایران پخش شد. اصلا نمیدونست ارتش یعنی چی، نمیدونست مدرنیته یعنی چی. ولی به محض اینکه یه میخچه در می آورد 6 تا دکتر می آوردن بالا سرش، اینا رو میفهمید. اینا رو میفهمید که از شاه عبدالعظیم تا شمران اگه میخواست در زمان قدیم باشه پیاده یا با شتر بره 4 روز طول میکشید، ولی سوار ماشین میشه. اینو میفهمید 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه بعد اونجا بود. کوچکترین آگاهی گفتم براتون از موسیقی، نقاشی، گل، زیبایی، اینا اصلا گل هم نمیفهمیدن. اینا فقط درخت و خوشش اومد برای که زیر سایش بشینن. همین، اگه شما یه گل زیبای پر از تراوت و جلوش رو میذاشتین حتی یه ذره آب نمیریختن باش. حالا ساز که شما دیده بودین یه آخوند مثلا گیتار بگیره دسته یا پیانو بزنه یا برای یه کنسرت یا یه نوار گوش کنه، این گوشا فقط برای اراجیف از خلا چقدر فاصله بگی، چجوری برو تو با پای چپ با پای راست، برو همون، برو تو خزینه. اینا میگفتن خزینه نباشه اصلا نماز و روزه وجود نداره. اون خزینه های قدیم کثافت که مرحوم رضا شاه اومد همه شو بست،
اینا با رضا شاه مخالف بودن، نه به خاطر اینکه رضا شاه یه آدمی بود که اصلا نه به مردم اون معنا، یعنی به عقاید مردم، به مجلس، به مطبوعات، به اینا اهمیت نمیده. اینا با رضا خان مخالف بودن برای اینکه میگفتن این کارایی که این داره میکنه دیگه به ملاها احتیاجی نیست. مدرسه درست کرده، زده تو کله ما، مکتبات درش بست است. دبستان و دبیرستان و دانشگاه درست کرده، اینا بر علیه آخونداست فکر میکردن. جوونا رو میفرستاد خارج از کشور درس بخونن، اینا میگفتن اینا میرن فحشا یاد میگیرن. بعضی هاشم مثل بازرگان آفتابه هم میبردن. خب من یه آدمی هستم، همه میدونیم عقاید خاص خودمو دارم، سلطنت طلب نیستم، پیرو راه مصدقم، جمهوری خواه هستم، ولی جمهوری لایک بدون اینکه دینی توش باشه، ولی احترام میذارم به عقاید دیگران. با وجودی که جمهوری خواه هستم، اگر اکثریت مردم ایران، اینو برای پنجمین ششمین بار میگم، اکثریت مردم ایران تشخیص بدن سلطنت یعنی پادشاهی برگرده، ولی قوانینی وجود داشته باشه که چنون اختیارات پادشاه رو یا رئیس جمهور رو یا هر کس که اون بالاست تحت فشار قرار بده که او فقط یک آدم تشریفاتی باشه، فقط، چه رئیس جمهور و چه پادشاه و انتخابی. به این دلیل حرفایی که شاهزاده رضا پهلوی میزنه مورد تایید منه، چون اون میگه آقا من عمری دارم میگم اینا زور میگن به مردم، اینا اختیارات رو از مردم گرفتن، حالا من خودم بیام بچینم بالا سر اینا، من اینجوری قبول نمیکنم. این قابل احترامه، ولی اینی که یه پادشاه بشینه اون بالا و چماغ هم بگیره دستش هر که حرف زد بزنش، این اصلا دیگه مشروطه نیست، پادشاهی نیست. پادشاه بره پسرش بیاره، برای پسرش هر کی بکار باشه، حداقل تو جمهوری لایک که مردم اونم تحت کنترل احزاب، دلیلش هم گفتم یه حزب شروع میکنه پرورش دادن افراد برای به عهده گرفتن شغل، مثل آلمان، مثل امریکا، شما از اون پایین میای درجات مختلف رو طی میکنی، نشون میدی که یه آدم اقتصاددانی، نشون میده یه ارگانیزاتور خوبی هستی، نشون میدی که نمیدونم در زمینه ورزش جلویی، در نمیدونم مسائل دیگه، فضانوردی، نمیدونم جبر، مثلثات، شیمی، تو این حزب میای پرورش میکنی، میای بالا، بعد در آینده میتونی جزو زعمای قوم این حزب باشی. وگرنه من بیام نه حزبی نه سندیکایی نه چیزی، دست یه نفره بگیرم فامیلمه بگم تو بشین، مثل حالا یک ما حمال، یک مش عقب افتاده، یک مش آقازاده که تنها چیزی که دارن وقاحت، این باباشون هم دوزن، نه همشون البته، آخه این مملکته. ولی خوشحالی من میدونی چیه؟ از اینی که مردم زدن تو پوزه علی خامنه ای. این نه یعنی حتی حزب توده، یعنی راه توده، حتی فدایان خلق اکثریت به حماقتی که کردن پی بردن. بریم پکنتو بخونیم مال دیروز امروزو، تعداد کمی شرکت، تو که داشتی خودتو پاره میکردی آقای خدایی،
آقای فرخ نگهدار اجالت نکشیدین در برابر مردم؟ رفتین مردم و بسیج کردین به یه مش قاتل جانی، کسانی که مملکت ما رو به روز سیاه نشوندن، به مردم بگیم به اینا رأی بدین، اونم بعد از این همه سال حقوق بازی. بعدم دیدین که بلافاصله طرف گفت با جمعیت میلیونی حالا داره در میاد که 7 میلیون نفر از این عوامل خودشون، نوکرهای خودشون، نمیدونم از کسایی که پناهندن تو ایران، 7 میلیون نفر رأی دادن به این مردک رئیسی، سپاه و بسیج و خانواده ها و فلان. گفتن یه دونه یکم بذاریم بغل 7، کردنش 17. آخونده دیگه، آخونده حقوق باز. بعد اون مردک دروغگو رهبر میاد تشکر میکنه از مردم ایران، بعد دوباره چند تا خانوم آلامود هم میان، همینا که تو خیابون میگرفتن کتکشو میزدن، اینا رو از خودشون هم درستشون میکنه عروسک این باربیا، میان جلوی صندوق انتخابات اینجا رو میزنن بالا، مهر میزنن اینجوری میکنن، یعنی به ریش مردم بخندن. ولی ما نشون دادیم نه به جمهوری اسلامی ادامه داره. ما نگفتیم نه به انتخابات، ما گفتیم نه به جمهوری اسلامی کلیتش. این رژیم جز نحوست، کثافت، دزدی و غارت برای میهن ما هیچی به ارمغان نیاورد. نتیجهش هم میبینیم. نخیال کنید فردا بهتر میشه، نخیال کنید اگه تمام این تحریما رو بردارن ایران بهش میشه، نه، تحریما رو بردارن وضع حزب الله عالی میشه. حماس، جهاد اسلامی، نمیدونم توی یمن، توی هر کشوری که فکر کنید، سوریه، عراق، ولی نه مردم ایران. مردم ایران اینا یاد گرفتن باید اونقدر تحت فشار قرار بگیرن که اگر یک روز کار نکنن نون نداشته باشن بخورن. اینا آخونده فهمیدن، ولی یه چیزی رو نفهمیدن که تو وقتی که شکمت گرسنه است چه جور گلوله بمیری، چه با زج جور زن شوهرت یا زنت بمیری، دیگه مرگ فرق نمیکنه. منم اینجا اینقدر هارت و پورت میکنم با قول بعضیا، این وقت تو ساحل امن نیستم. منم 14 سالم بوده، 14 سال زمانی که کودتای 28 مرداد شد، منم گرفتم، منم شلاق زدم، منم کتک زدم. میدونن بچه های عضو حزب ملت ایران و نهضت مقاومت ملی و آقای خسروی سیف و تمام بچه هایی که در اون دوران در نهضت مقاومت ملی بودن، پسر آقای فرید، پسر آیت الله زنجانی که بسیار مرد نیکویی بود، بسیار مرد روشنفکر بود برعکس این آخوندا، اونا میدونن. منم این مزه رو چشیدم. بهترین سالای عمرم به دلیل دستمن قپونی و خونریزی های داخلی و نمیدونم شکستگی دنده ها و اینا ناراحت، برای اولین بار دارم این چیزا رو میگم. ولی زندگی اگه صاف شروع شه، صاف هم تموم شه، یعنی مرگ تدریجی. آدمی که میخواد زندگی کنه باید با شرف زندگی کنه. یه مش ملا و آخوند، آدم های شپشو، نباید به ما اجازه بدن، یعنی نباید به خودمون اجازه بدیم ببرش که از کینه با اینا بریم خونه نشین بشیم. نه، باید جلوی این شیر، مثل شیر
در برابر موش وایساد. یه روز اگه این اسلحه ها را دست این دوروری ها اینا بگیرین، اینا موش هم کمترن. موش یه آخونده توی کوچه دوتا بچه گیر بیارن، ببین چی کار میکنه آخونده، به پاشو میفته گریه میکنه. ولی تا دوتا لات مثل خودشون میبینن شیرن. نمیبینی گشت سارولا، گشت امام رضا، گشت نمیدونم حضرت نقی، از این چیزا هم زیاد دارن دیگه. از این پشت سپر دین بیان این وقت تکه تکتون میکنن مردم. و خاک بر سر اون کسانی که هنوز شرافتشونو به اینی که برن حقوق بازنشستگی و نمیدونم این چیزا بگیرن. من نمیدونم چی باید گفت. میریم چند تا آگهی میبینه و باز میگرد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت‌های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-8485. آیا می دانید شما می توانید شبکه ما را از طریق اکثر دستگاه های ستاپ باکس از قبیل جیل باکس، اندروید باکس، اپل تی وی، سامسونگ بلوری، روکو و آمازون فایر تیوی تماشا کنید؟ GLBs پل ارتباطی شبکه ما با شما. پس من میرم چای بیارم، تو هم سریال دیشب رو بذار. نذاشتی؟ پیداش نمی‌کنم. کجا داری دنبالش می‌گردی؟ اینا تو کل سریال ها. نه، من گذاشتم تو قسمت منتخب. کجا؟ ایناش. قسمت منتخب. پس چه جوری رفته اونجا؟ تو هر برنامه‌ای که دوست داری کنارش روی منو کلیک می‌کنی. بعد می‌زنی روی فیوریت. بعد اینا ذخیره میشه توی قسمت منتخب. خوب جیل ویزی شدی یا شیطون. مرسی از بابت چای. حال که کاربر جیل تاک هستید، میدانید که جیل تاک کامل ترین اپلیکیشن در مقایسه با سایر اپلیکیشن های تلفنی موجود است، چرا که علاوه بر خصوصیات مشترک با سایر اپلیکیشن های تلفنی، از امکانات منحصر به فردی نیز برخوردار است، از جمله دریافت وایس میل در صورت عدم پاسخدهی و ارسال آن به ایمیل شما، دارای کیف پول الکترونیکی با امکان ذخیره و انتقال اعتبار به دیگران، امکان خرید یک یا چند شماره تلفن از کشورهای مختلف دنیا، گزینه تشکیل کنفرانس تلفنی، قابلیت ضبط مکالمات، امکان دریافت ریز صورت حساب از طریق وبسایت جیل تاک. با جیل تاک با بهترین نرخ مکالمات با هر شماره تلفنی، حتی شماره های دفاتر و منازل در سراسر دنیا تماس بگیرید.
در ضمن در صورت معرفی اپ به دیگران می توانید از اعتبار هدیه بهره مند شوید. جیل تاک، راه ارتباطی شما با عزیزانتان. برای فروش تبلیغات در جیل ویز، شارژ اشتراک جیل ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیل تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. خب عزیزان گرامی، همه صحبت من این بود. انتخابات قلابی انجام شد. اکثریت مردم شرافتمندمون در پای صندوق‌های قلابی انتخابات نرفتن. جمهوری اسلامی یکی از جنایتکارترین مهرهاشو گذاشته در سمت رئیس جمهوری، کسی که خاوران شاهده چقدر از جوانان میهنمون از هر دسته در دل اون خاک ها با آهک در گورای دست جمعی خاک شدن، نه تنها در خاوران، در سر تا سر سرزمینمون. خب حالا رژیم خواست به همه این مردم بگه من این قدرت رو دارم، علی خامنه ای، من این قدرت رو دارم، یه همچین آدمی رو میارم میکنم رئیس جمهورتون. یادتونه سعید مرتضوی رو به عنوان عضو هیئت حقوق بشر قوه قضاییه با این مردک جواد لاریجانی فرستادن توی وین که اینا برن از حقوق بشر ایران دفاع کنن. منتها بچه های شرافتمند ایرانی اطلاع پیدا کردن، اومدن دم هتل تا صبح تظاهرات کردن، آقای سعید مرتضوی فرار کرد. این همچین رژیمیه. ولی یه چیزی هست، از این به بعد در سرتاسر دنیا ما نباید اجازه بدیم یک نفر از مامورین جمهوری اسلامی سلامت بیاد و سلامت برگرد. یعنی نه که بهش لطفه بزنیم، نه، یعنی بی آبرو و بی حیثیت ترش بکنیم. این وظیفه اخلاقی همه ماست. همون کاری که مستاقی و مهدی اصلانی کردن و آقای موسویان، اون مردک که الان گرفتار شده. شما میدونی این کار اینا یعنی چی؟ یعنی این دوروری های هیتلر که 5 تا 6 میلیون یهودی رو، 6 میلیون یهودی رو قتل عام کردن به عنوان نماینده سازمان ملل متحد در حقوق بشر. آلمان اینو میفرستاد سازمان ملل. میدونی چی میشد دنیا؟ همه دنیا میریخ به هم. چرا؟ مگه خون اونا رنگین تر از ماست؟ مگه خون یه ایرانی کمتر از خون یه آلمانیه یا یه روسیه که شما یه مخالف روس از هواپیما پیادش میکنن همه تحریما رو میذارید، ولی اینا ده ها هموطن ما رو دزدیدن بردن تو ایران اعدام کردن، هیچ کاری نکردیم؟ یعنی ما ارزش نداشتیم؟ نباید بذاریم این مردک از ایران پاشو بذاره بیرون. همینان گرامی ببخشید منو، در برنامه امروز چون من احتمال میدنم شاید وسط برنامه دیگه بیشتر کشش نداشته باشم، و از طرفی وقت
آقای حجازی رو روز پنجشنبه گرفته بودم، قرار شد که روز سه‌شنبه استثناءً آقای حجازی بیان تو برنامه من، روزهای پنجشنبه بر یک هفته در میون برنامه آقای حجازی همچنان محفوظه. آقای حجازی درود بر شما. سلام آقای فرجی عزیز، من نمیدونم چقدر وقت دارم که بتونم مطلبی رو که یا مطالبی رو که میتونم ارائه بدم خدمتتون عرض بکنم، خدمت شما و بینندگان عزیز بعد از عرض سلام خدمت همگی. امیر بهتون میگه چقدر وقت داریم. امیر جان چقدر وقت داریم؟ یه رو. آقای اجازی جانم، ما منتظریم، بفرمایید. بله. سلام عرض کنم خدمت شما، بینندگان برنامه شما و امیر شهرتی عزیز. آقای فرجی عزیز، من میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم که واقعا باعث تعجب، تأسف و این شرایطیست که باعث میشه که یک چنین رژیمی این همه سال روی قدرت باقی بمونه و ما اینجا فریاد بزنیم و بگیم که ما آزادی میخوایم، دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی. کدوم دموکراسی؟ وقتی که یک عده میرن با پرچم شیر خورشید سرخ جلوی کنسولگریای جمهوری ملعون اسلامی و شروع میکنن اونجا به کتککاری و فحاشی به کسانی که میخوان برن رأی بدن، این دموکراسی اسمش؟ این دموکراسی اسمش؟ دموکراسی یعنی چماق، یعنی زور، یعنی لباسای شیک پوشیدن و پرچم شیر خورشید دست گرفتن و رفتن و گلاویز شدن با کسانی که حق دارن، حقشون هست اگر از دموکراسی حرف میزنیم برن رأی بدن. تو که مخالف رأی دادنی نرو رأی بده، تو که مخالف رأی دادنی بیا توی این مبارزاتی که این همه در داخل و خارج صورت گرفته شرکت بکن و بگو که مردم نرید رأی بدید، ولی اون رو بذارید به اختیار خودشون، نه این که برید اونجا جنجال به پا بکنید و معرکه به راه بیاندازید و آتو بدید به دست جمهوری اسلامی، آتو بدید به دست اون مزدورایی که میان از رسانه‌های خارج از کشور، از رسانه‌های فارسی زبان استفاده میکنن، این رو بزنن توی سر ما، بگن که اینه شما دموکراسیتون که میخواین. کجا داریم میریم؟ توی شهرهای بزرگ دنیا، امریکا و همچنین کانادا، ما شاهد اقدامات یک عده از هموطنان وطن پرستمون بودیم که با خریدن بیلبوردهای بزرگ آمدن و سعی کردن این پیام رو بدن به مردممون به داخل و خارج کشور که به این جمهوری رأی ندید. این اسمش جمهوری نیست، جمهوریت با اسلام جور در نمیاد. این دوتا اصلا از روز اول دوتا واژه ناجور بوده که با هم دیگه کنار هم گرفته شد، گذاشته شد توسط آخوند و آخوند سوار ما شده طی این مدت. در این لس آنجلس بزرگ که این همه ما ایرانی داریم یک دونه بیلبورد بالا نرفت، یک اقدام در این زمینه انجام نشد. چی ما داریم میگیم؟ ما هستیم، از ماست که بر ماست، ما داریم این رژیم رو نگه میداریم، ما داریم آب به سیابش میریزیم با این کارهای
بسیار بسیار دور از عقل و دور از آنچه که واقعا میتونه موقعیت ایرانی ها رو تحکیم ببخشه. من نمیدونم، واقعا تأسف آوره، واقعا تأسف آوره. بیاییم به خودمون بیان، اگر شما ضرب و شتم و فحاشی رو بد میدونید و همش راجع به جمهوری اسلامی میگید، یه مشت مزدوران جمهوری اسلامی تو خیابون مردم رو کتک میزنن و فحاشی میکنن بهشون، ما داریم عین اون دو اینجا شاهدش هستیم در خارج از کشور، در اروپا، در امریکا، در کانادا. افسوس. اما آقای فرجی عزیز، نمیدونم اگه میخواین در مورد اون چم که داره میگذره در امریکای مختصری من توضیح بدم. بله بگین. بله. نمیدونم شما آقای فرجی با اون چه که من گفتم موافق هستید یا نه. من با قسمتی از حرفای شما کاملا موافقم، یعنی من البته ندیدم اینو ضرب و شتم بکنن، فقط میدیدم فحاشی میکنن. نخیر، من حتی... کردن زدن مردمو. بله، من حتی همون موقعیم که اینا فحش میدادن با این کارشون مخالف بودم، برای اینکه اینا میتونستن از این پرچم ها دستشون بگیرن، از این نوشته ها دستشون بگیرن، فقط بنویسن شما دارین میرین پای صندوق هایی که از توش جنایت و خون و بدبختی ملت ایران میاد. اون یه مبارزه منطقیه آقای فرجی. بله. ولی با فحاشی و با کتککاری که کار جد میگم آب میرین با سیاست جمهوری اسلامی. بله، من با اون طرز برخورد نه موافق بودم نه موافق هستم و هیچ وقت توافق نداشتم. خیلی ممنونم. به هر حال در امریکا شرایطی رو که ناظر هستیم، هر روز داره یک مدرک جدید این رسانه‌های آزاد که واقعا بزرگترین نعمتی است که این مملکت ازش برخوردار هست رو میشه. ما در ایران و در سایر کشورهای دنیا شارلاتان زیاد دیدیم، شارلاتانایی که واقعا در کاراشون نمیدونم، آدمی داشتیم به اسم مرد هزار چهره که ترفندایی که میزد و کارهایی که میکرد، یه نابغه بودین توی شارلاتانیزم. اینا همه جای دنیا هستن. یک زن، یک خانم که حیرت انگیزه، تحت اسامی مختلفی که به خودش نسبت داده که اسامی هم همش میره و مربوط میشه مثلا به دولت مردان معروف و صاحب نام امریکا، واسه خودش این اسما رو انتخاب میکنه و با اون اسامی میاد و کلاهبرداری هایی رو کرده که وقتی که سنداش رو رو کردن همین واشنگتن پست و چند نشریه دیگه، واقعا آدم باورش نمیشه و دیوانه کننده است. این خانم یک کسی رو که در نیوزلند، در یکی از کشورهای کوچیک دنیا که آیسلند، در آیسلند یک آدم جوون مبتکری میاد یک شرکت هواپیمایی میندازه، راه میندازه به اسم واو، WOW، که وقتی وارونش میکنین سرپایینش میکنید میشه مام، یعنی مادر، و با قیمت ارزون بین آیسلند و بقیه کشورهای اروپا و امریکا مسافر میبرده و میبرده. این ورشکست میشه، از بین میره. این خانم میاد و میگه من این شرکت هواپیمایی رو خریدم و از یک ماه دیگه این رو راه میندازم. بعد یک ماه میشه، دو ماه، سه ماه، یک سال، ده سال، هیچ خبری نمیشه. بعد سر در میاره از جای دیگه، خبرنگاری باش تماس میگیره که از همین واشنگتن پست و بقیه نشریات، میرن به یک قصری که اون تو بوده،
و این قصر رو میبره، این خبرنگار رو همه جای قصر رو نشونش میده. این البته چون فرصت نیست من دارم دو تا از کاراشو میگم. این میره قصر رو نشون میده، قصر 20 تا اتاق و نمیدونم یه قصر 80 میلیون دلاری و میگه این قصر خونه منه. وقتی که صاحب خونه مطلع میشه میگه من نمیدونم این از کجا رفته تو خونه من، این خونه منه، من گذاشتم اینجا رو واسه فروش. شاید اون کسی که به اصطلاح معاملات ملکی این کار کرده. خلاصه اونجا هم دستش رو میشه. بعد حالا آمده تحت عناوین مختلف گفته من آلیتالیای رو که برشکست شده، شرکت هواپیمایی آلیتالیا، اونو خریدم، که اونم معلوم میشه دروغ بوده، فقط یه ماکت یه دونه هواپیما در هر دو مورد جلوش بوده که این مصاحبه ها رو میکرده. ایشون تحت عنوان دو شرکت و دو مؤسسه بزرگ آمده و در مورد انتخابات امریکا، نکته اینجاست، اعلام کرده که به سلام مقاماتی در ایتالیا با استفاده از ساتلایت هایی که داشتن آراء آقای بایدن رو، آقای بایدن رو تقلبی ریختن به حساب و رئیس جمهور قبلی رو نذاشتن انتخاب بشه. و این انقدر محکم این صحبت ها رو کرده که یه عده زیادی از جمهوری خواها به حرفای ایشون گوش کردن. حالا این نشریاتی که اینا رو منتشر کردن داره تازه سر قضیه باز شده و دارن راجبش پیگیری میکنن ببینن این کیه و چیه. الان هم اسم با اسم دیگری آمده میدون و دو اسم دیگه برای مؤسساتی که این اعلام کردن که دونالد ترامپ تقلب شده در کار انتخاباتش، آمدن این معرکه رو راه انداختن. شما فکرشو بکنید، یک زن با 10 جور اسم مختلف قلابی و 10 ها کلاهبرداری که من فقط 2 تاش نمونه خدمتتون عرض کردم، این شده وضعیتی که الان متاسفانه یه عده از جمهوری خواها مجذوب این ترفندهایی که این زن کرده و میکنه شدن. سپاسگزارم آقای اجازی، میدونم وقتی کمی بود براتون، ولی خب پنجشنبه دوباره تلافیش رو در میاری. من گفتم براتون که تمام تلفنام پاک شده و متاسفانه نمیدونم چی رو اشتباهی زدم و الان شماره هیچ کدوم از دوستان توی تلفنم نیست. اونو یه جایی میتونین پیدا کنین، امیر شهرتی با ترفندایی که بلده واسهتون حلشون کنه. بله واقعا هم همینو گفتم به امیر، چون فقط اون بلده این کارا رو. خب همین الان میگم از شما و متشکرم از وقتی که به من دادید. سپاس از آقای اجازی، سپاس از امیر شهرتی و سپاس. خب پخشش کنم امیر. الان از شما درخواست میکنم همینان گرامی، یه فیلم هست راجع به انتخابات ایران، چون تو فرص حرفا اون فرصت نبود، این فیلم آخرم ببینید. منم ازتون خداحافظی میکنم. پاینده ایران. جنگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملتهایی که میبینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت میکنن. 20 سال بعد از این سخنرانی انتخاباتی برگزار شده که کمترین میزان مشارکت را در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران دارد. انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری. پیش از این در سال 1372 میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 50.7% بود که تا امسال کمترین بود. در سال 1384 هم میزان مشارکت 59.8% بود. وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را هم 48.8% اعلام کرده. بر اساس آمار وزارت کشور ایران، این انتخابات بیش از 3.700.000 رأی باطله داشته. نزدیک به 13% کل آرای مأخوذه و بیشترین آرای باطله در تاریخ جمهوری اسلامی. آرای باطله در مقام دوم قرار گرفت و حتی از آرای دومین کاندیدای انتخاباتی یعنی محسن رضایی بیشتر بود.
در آمارهایی که وزارت کشور اعلام کرده، وضعیت حدود 450 هزار رأی نامشخص است. اگر تعداد رأی‌های باطل و نامشخص را از کل آرا کم کنیم، میزان مشارکت کمتر از 42% خواهد بود. حکومت ایران در این دوره ظاهراً نگرانی زیادی از پایین بودن میزان مشارکت نداشت. با این حال، امسال هم به روال هر دوره بر رأی دادن تاکید شد. هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره. یعنی مردم از نظام فاصله بگیرن. چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعاً فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است. این هم یادداشت وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبر جمهوری اسلامی. حضور سرقیب برای آقای رئیسی امداد الهی به حساب آمده. اینها خود را به گونه دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند، وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر هم اعلام انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد، یقینا چالش بزرگی برای نظام به وجود می آمد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این اظهارات آقای حقانیان را شبهه افکنی خسارت بار توصیف کرده. در این انتخابات صدای تحریم کنندگان از گروه‌ها و دسته‌های مختلف و با دلایل مختلف بلندتر از قبل بود. حدود 30 میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند. بسیاری این عدم شرکت را نی بزرگی به اصلاح طلبان می‌دانند. اصلاح طلبانی که به رغم اختلاف‌های درون گروهی مردم را به رأی دادن تشویق کردند. این رئیس جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهد شد، اگر با رأی بالا انتخاب بشود، این پشتیبانی محکمی خواهد داشت. رئیس جمهور قوی و قدرتمندی خواهد بود. کارهای بزرگی میتوانه انجام بده. ابراهیم رئیسی نزدیک به 18 میلیون رأی آورده. آقای رئیسی گفته که رئیس جمهور همه مردم است. حق تو فریاد بزن. بریز بیرون حق تو فریاد بزن. اما به نظر می رسد با وجود تحریم گسترده ی انتخابات و مردمی که به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از حکومت ناراضی هستند، کار او برای راضی نگه داشتن مردم سخت باشد.